به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود و سلام خدمت شما عزیزان. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. قانونی میدان را به دکتر عبدالله و احمد ولی باخت. یونس قانونی با یک اشتباه در سه مرجع سیاسی جایگاه حداقل ظاهری خود را هم از دست داد. کانال را سابسکرایب کنین و تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. رزاق مامون روی صفحه فیسبوکش نوشته است: یونس قانونی دست کم 30 سال تجربه سیاسی دارد، اما با یک اشتباه در سه مرجع سیاسی جایگاه حداقل ظاهری خود را هم از دست داد. مشار علیه در جمع سیاسی شورای حراست و ثبات یک رشته اقدامات شخصی و بدون مشوره انجام داد که اعتماد استاد سیاف و عمر داودزی را قبلا از دست داده بود. موضوع گیری مشکوک وی در چانه زنی ها در آستانه انتخابات سبب شد که سران جمعیت اسلامی و شورای نظار پیشاپیش حساب و کتاب خود را از وی جدا کنند. باخت آخری یونس قانونی افشای پیشنگام جزئیات معامله با حنیف اطمر در مورد ساختار نظامی سیاسی آینده بود که فوریت نداشت، مگر انتشار فوری اعلامیه برایتی از گفتار قانونی از سوی دفتر حنیف اطمر تقریبا به زندگی سیاسی یونس قانونی خاتمه داد. قانونی طبق عادت قصد داشت معاون بودن خود را در انظار هواداران جمعیت و شورای نظار توجیه کند، اما مخاطرات فاشگویی گفتگوهای پس پرده را به حساب نیاورده بود. در این باره نیندیشته بود که سخن گفتن به نمایندگی از رئیس تکت انتخاباتی ممکن است بر وجه و جایگاه سیاسی فرد اول انتخاباتی در میان مردم به سختی لطمه وارد کند. حنیف اطمر یک سیاستگر حساس، سختگیر، خونسرد و متکی به اصولی است که به آن باور دارد. او به موقع واکنش نشان داد و بزنس لفاظی های قانونی را ضرب صفر کرد. لغزش کلیدی قانونی نشانه روی به سوی صلاح الدین بود که حداقل از نظر مساله سیاسی مطلوب نبود و هیچ مفاد انتخاباتی هم نداشت. اشتباه سیاسی قانونی دشوار است در کوتاه‌مدت جبران شود. او میدان را به دکتر عبدالله و احمد ولی مسعود باخت. هرچند حمایت سرسری و ضمنی از احمد ولی انجام داد، اما چنین حمایت از روی ریاکاری بود و اصل قضیه این است که هیچ کس اکنون در موقعیت قرار ندارد که با دودمان شادروان احمد شاه مسعود دست به مقابله بزند. از خواندن اعلامیه حنیف اطمر بدون شک تبسم نرم رخسار دکتر عبدالله را رنگ زد و احمد ولی هم روز خود را با چاشنی همان نیمخنده های رازناک آغازیده است. بر صلابت حنیف اطمر رخنه نیافتاد، اما استاد سیاف شاید با اندک تأمل با لحن افسوسناک گفته باشد که قانونی از چند ماه به این سو بدون مشوره ما خودش را به در دیوار می زند. صلاح الدین مثل استاد ربانی شاید بدون گفتن یک حرف بی صدا خندیده است. از این قرار دپرشن یونس قانونی بیش از گذشته اوت خواهد کرد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.